خانم ها و آقایان، من نمی دانم چطور و با چه کلماتی غم و ناراحتی خود را بیان کنم درباره آنچه که در فرانسه و در دنیا دارد اتفاق می افتد. من عصبانیت شما را از اتفاقی که افتاده است می دانم. ای مسلمانان فرانسه، ای مسلمانان جهان، اجازه بدهید امشب اون چیزی را که در قلبم دارم بگویم. اگر کسی خشمگین می شود، بشود. ولی می خواهم حقیقت تلخی را بگویم که شما از کشته شدن یک معلم فرانسوی، آن هم به روشی وحشیانه که یک تروریست سر او را از بدنش جدا کرد، خوشحال شدید. دیدم که بعضی از شما از این عمل مجرمانه خوشحال شدید. ای مسلمانان، از شما سوال می کنم، آیا این عمل نشانه ای از عشق شما به پیامبرتان است؟ آیا قتل و انفجار و ترور روشی است که نشان می دهد شما محمد را دوست دارید و از او دفاع می کنید؟ آیا شما نمی گویید که اسلام دین مهربانی و گذشت است؟ پس چطور است که می بینم با این تروریست که معلمی را کشته اظهار علاقه می کنید و می گویید کار بسیار خوبی کرده است که سر او را بریده؟ آیا اگر پیامبر شما اینجا حاضر بود از این کار راضی می شد؟ کاری که به خاطر او انجام شده است؟ آیا پیامبرتان محمد سر کسانی را که به او توهین می کردند می برید؟ آیا پیامبر شما پیامبر رحمت نبود؟ پس مهربانی شما کجاست؟ شما می خواهید چهره خوبی از اسلام نشان بدهید. آیا این اسلام شماست؟ آیا این رفتار تروریستی ثابت می کند که اسلام دین صلح است یا برعکس؟ این جوان تروریست که این معلم را کشته است از کشورش به فرانسه به قول شما کافر آمده که زندگیش بهتر بشود، چیزی که در کشور خودش نداشت. بعد از این که ما همه چیز به او دادیم رفت و سر این معلم را برید. پس اگر غرب کافر است، چرا به این کشور کافر می آیید؟ در کشور خودتان بمانید، ما شما را نمی خواهیم. آیا این طور نیست که بزرگان شما و علمای شما شب و روز ما را تکفیر می کنند و مردم را به کشتن ما دعوت می کنند؟ وقتی اینها بیمار می شوند، به بیمارستانهای کشور ما می آیند تا معالجه شوند. این چه رفتار دوگانه ایست که دارید؟ شما به من می گویید به پیامبر شما توهین کرده ام. ولی اجازه بدهید که بگویم شما و دین شما به پیامبرتان محمد توهین کرده اید. آیا شما فردی به نام عمر ابن خطاب را تمجید و تقدیس نمی کنید؟ او کسی است که به پیامبر شما توهین کرد و در خرد او شک کرد و گفت که او هذیان می گوید و نمی داند چه می گوید. وقتی عمر در عقل پیامبر شما شک می کند و توهین می کند و ارزش او را پایین می آورد در مقابل مردم، آیا بهتر نیست علیه او تظاهرات کنید؟ آیا پیامبرتان این فرد را از خانهش بیرون نکرد وقتی که به او توهین شد؟ پس چطور کسی را که پیامبر از خانهش بیرون کرده مقدس می دانید؟ آن هم در آخرین روزهای زندگی. آیا توهینی بالاتر از این هم داریم؟ آیا از خودتان خجالت نمی کشید؟
ای مسلمانان، ای کسانی که ادعای دوستی به محمد را دارید، چرا اکنون در چهره شما خشم را نمی بینم برای کاری که عمر با پیامبرتان کرد؟ من می دانم که حالا می گردید تا هزار عذر پیدا کنید تا عمر را از این تنگنا خارج کنید، از این توهین آشکاری که به پیامبرتان کرده است. او را مقصر نمی دانید، چون شما گروهی منافق هستید. دروغ می گویید وقتی می گویید محمد را دوست داریم، داد می زنید و تظاهرات می کنید وقتی یک فرانسوی یک کلمه درباره پیامبرتان گفته است. دنیا را زیر و رو می کنید. عمری را که به پیامبرتان ناسزا گفت و توهین کرد، او را مقدس می دانید و تمجید می کنید. خانم ها و آقایان، این فقط عمر نبود که به پیامبرتان توهین کرد، بلکه همسرش عایشه هم به او توهین کرد. او اولین زنی است که به بدترین شکلی به پیامبرتان توهین کرده است. این زن گستاخی کرد و در نبوت پیامبرتان شک کرد و به او گفت: تو گمان می‌کنی که پیامبر هستی؟ بله آقایان. آن زن گفت: تو گمان می‌کنی که پیامبر هستی؟ مقابل صورت پیامبرتان گفت: ای مدعیان محبت به محمد، آیا این توهین آشکاری از طرف عایشه نیست در حق پیامبرتان؟ آیا این توهین به محمد نیست در مقابل اصحابش؟ آیا می آیید علیه او تظاهرات کنید و شعار بدهید و یا رسول الله بگویید؟ نه، هرگز نمی کنید، برای اینکه شما منافق هستید. این یک حقیقت است. شما ادعای عشق به محبت دارید، شما ادعای عشق و محبت به محمد دارید، ولی می‌بینیم که این فقط روی زبان شماست، لقلقه زبان شماست. اگر محمد را دوست داشتید، از این زن و از عمر بیزاری می جستید، چرا که به پیامبرتان توهین کرد و تظاهرات جهانی راه می انداختید ضد آنها. آقایان، توهین های عایشه اینجا تمام نمی شود. او به پیامبرتان می گوید: تو سخن بگو، ولی حق بگو. آیا پیامبر شما حق نمی گفت؟ آیا خدای شما نمی گوید که پیامبر از روی هوا سخن نمی گفت و هر چیزی که می گوید وحی است؟ پس چطور این زن را مقدس می دانید؟ زنی را که به کسی که خدا گفته از روی هوا حرف نمی زند به او می گوید سخن بگو، ولی غیر حق نگو، و به او می گوید: تو گمان می کنی که پیامبر هستی؟ کیست که به محمد شک می کند و به او اهانت می کند؟ فرانسه یا عایشه؟ آقایان، درویی و نفاق بس است. آقایان، این زن به پیامبر شما حمله می کرد. او با یارانش نشسته بود، ظرف غذای او را جلوی آنها شکست و به او احترام نکرد. ای مسلمان، تو چه می کنی اگر همسرت بیاید و ظرف غذایت را جلو دوستانت بشکند و این گونه به تو توهین کند؟ آیا این بی ادبی نبود نسبت به پیامبرتان؟
آیا این از بین بردن آبرو و کرامت محمد نبود در مقابل اصحابش؟ چه کسی به محمد اهانت کرد؟ فرانسه یا عایشه؟ آیا این عایشه نبود که گفت پیامبر با من در صحرا مسابقه میداد؟ آیا پیامبر شما کاری غیر از مسابقه دادن با زنان نداشت؟ چه کسی اهانت می کند به محمد؟ فرانسه یا عایشه؟ آیا عایشه نیست که می گوید؟ آیا عایشه نیست که می گوید محمد به مسجد می رفت و روی لباس او نجاست بوده است؟ ای مسلمانان فرانسه و جهان، آیا درباره پیامبرتان به آنچه گفته شده راضی هستید؟ پس چه کسی توهین کرده؟ فرانسه یا شما؟ بر اساس کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم، آیا شما نگفتید که پیامبرتان میخواست بالای کوه خودکشی کند؟ آیا اینطور پیامبرتان را ترسیم میکنید؟ آیا این همان پیامبری است که برای ما ترسیم میکنید؟ پیامبرتان میخواهد خودکشی کند؟ بعد از این حرفهایی که درباره فرانسه میگویید که به پیامبر اهانت کردیم، از شما عذرخواهی نمی کنم. من عذرخواهی نمی کنم. هرگز. کاری که این معلم کرد 1% کاری نیست که آنها کردند. کسانی که آنها را مقدس می دانید. من تکرار می کنم. من هرگز عذرخواهی نمی کنم از شما. تا وقتی که شما از پیامبرتان عذرخواهی کنید. تا شما علیه آنهایی که به پیامبرتان توهین کردند تظاهرات کنید. در آن هنگام بخواهید که عذرخواهی کنم.